هوشیارت کنم، با من وفاداری بکن تا محرم یارت کنم، تا محرم یارت کنم. ای دل منال، ای دل منال، بیهوده از رنج و ملال، میخوام خبردارت کنم، دنیا نمونده بعد یه حال، دنیا نمونده بعد یه حال. بختم خودش روزی به ما رو میکنه، چون گل جهونه ما رو خوشبو میکنه. اون وقت میرسم من به آرزوی خیش، شاد و سرافرازم به جستجوی خیش. گر سب کنی ای دل خواهد درست میشه، با صبر ای جونم که تخت و سست میشه. بازم میگم ای دل خرا درست میشه، بازم میگم ای دل خرا درست میشه. کار جهان سخته ولی تو سخت نگیر، تا در کر شیره فلک نشین یسیر. سخت جونم سخته ولی تو سخت نگیر، سخت جونم سخته ولی تو سخت نگیر. ای دل امیدوارت کنم، مستی و هوشیارت کنم، با من وفاداری بکن تا محرم یارت کنم، تا محرم یارت کنم. ای دل منال، ای دل منال، بیهوده از رنج و ملال، میخوام خبردارت کنم، دنیا نمونده بر یه حال، دنیا نمونده بر یه حال. هزارون هزار ساله که مردم دنیا صبح علت طلوع بلند میشن و به دنبال زندگی و سرنوشت خودشون میدون، همه امیدوارن چرخ کرده بود دنیا به کامشون باشه. اینجا ایستادن ممنوعه، ولی خوابیدن آزاده. خلاصه چه اونایی که تو کوچه میخوابن، چه اونایی که تو پر قو هستن، همه به امید زندن. تو زده خورد زندگی بعضی ها پیش میبرن و به همه چی میرسن، اما خودمونیم، اونایی که دلشون پاکه و بعد کسی رو نمیخوان و به قول معروف صفایی دارن، همه جلوتر میفتن و هیچ وقت تو زندگی در نمیمونن. قربونت برم، اومدم تا اختر خوب دیگه خود باید حرف بزنم. آخه که خانم بیداش پدرم در میاره، می میدونه چقدر ما بخوره. من تحصورم خانم خواب دیگه خیلی رو که دورت بگردم. اگه خانم بفهمه پدرم در میاره، اگه کی باشه آقای خونه منم الهی که فداد بشم. آخه خدا خودتون به من نمولین، دستم پیازی بوی پیاز میگیری. بگی بگیرم، میخوام بو پیاز بگیرم، میخوام بو تعدیل بگیرم، میخوام چر بشم، میخوام شرک بشم، میخوام اینجوری بشم. آقای بادی کجای آقا مرگم بده، بهتادی میتونم نه خیلی جا هیچ کس تو این خونه به کار من نمیرسه، ناسلامتی آقای خونه. اینجا چه کار میکنی؟ چرا ریشه تو آشپزخونه میزنی؟ چرا ریشه تو آشپزخونه میزنی؟ آدم اگه حرف بزنه اون وقت میگن بهانه میگیره. صد دفعه گفتم صبح من آب گرم لازم دارم، آخر ریشمو که نمیتونم به آب سرد بزنم. چند دفعه بگم این آب گرم کن رو روشن کنی؟ پناه بر خدا، آب گرم کن روشن تو. اگه آب جوش میخواستی خب میگفتی واسط بیاره. من خدمتشون عرض کردم. نیکته ببن دختر بیادم، عوض که به کارخونه برسه همش میخنده. برو گم شو، برو رخت خبر مرتب کن.
ببین اخی جون، من برای خاطر توئه که به این دختری چیزی نمیگم، ولی یک ساعت توی خونه نمیذاشتم. آخه من از دست تو چیکار کنم؟ به کدوم سازت برخصم؟ اخی جون عصبانی نشو، تو اگه دوستش داری نگرش دار، من میخوام تو راحت باشی. امان امان از دست تو، این چشمان هیزه تو اینقدر زل نکن، آخه کدوم حرفتو گوش کنم؟ قربونت برم، همین چشا بود که تو رو دید و پسندید. عزیز دلم، میدونی که دوستت دارم. گوش کن فاتی، وقتی آقا چیزی لازم دارن یا یه حرفی میزنن، فوراً باید انجام بدی. آخه چرا اینقدر سر به هوایی؟ اختیار داری خانم، کی سر به هواست؟ ببخشینا، ماشالله هزار ماشالله، آقا خیلی بد اخلاق و عصبانی تشکیم. بفرما، دختره رو اینقدر لوسش میکنی یا لیلی به لالاش میذاری که جرأت بکنی اینطوری با من حرف بزن. من اصلاش هم اینکه نمیزن، بیا تو مستقر. خیلی خود دیگه تو هم. خانم ببینین، من برای خاطر شما تو این خونه موندم. آقا هر روز صبح میاد در میکنه، شنم تا دو سه تا خوشم نده نمیره بخواد. آخه اینم زندگی شد. گریه نکن جونم، میدونم تو دختر خوبی هستی. تو ای جای من بودی چی کار میکردی؟ عمرمو تو خونه این مرد تموم کردم. من تعجب میکنم خانم مثل شما چرا باید زن همچین مردی بشه؟ شما ماشالله مثل یه تیک ماهی. که میدونم جونم، خریت مثل دسته گل بودم. دو تا از پسرمو هم تریاک خوردن و خودشونو کشتن. به کسی حرفی نزن، یا اینا رو فقط برای تو میگم. خلاصه خودم رو حروم کردم و زن این اجاق کور شدم. خانم شما انقدر خوبی که اگه روزی هزار دفعه کتکم بزنه، من از پیش شما نمیرم. به خدا راست میگم. باریکالله جونم، تو هم سر به سرش نذار. حالا برو سبونتو ببر، میخواد بره. برو جونم، منم میرم سرمون رو بیچم. چشم. حاضره خانم کجاست؟ نمیدونم والا، رفتن خودشون خوشگل کنم، سرشونو بپیچم. آیا چقدر به خودش برمیره؟ راست میگی؟ نه الهی که قربونت برم فاتی جون. فاتی جون از حرفای من نرنجی ها، من این حرفا رو میذارم که اختر یه وقت تو رو بیرونت نکنه. تو که میدونی من چقدر دوستت دارم، قربونت برم. شما خانم به خوبی خوشگلی رو چرا؟ تو به این زنی که گنده ایچ بیدی میگه خوشگل؟ بعدی چرا گرفتیش؟ قربونت برم، خریه اینی به من غالب کردن. میدونی باباش مدتی رئیس مؤسسه‌مون بود، من پروندهمون خراب بود، این که مجبور شدم دخترش بگیرم. تو جریان نامزدی دو دفعه فرار کردم، تریاک هم بخواد خودشو بکشه. ما هم دیگه کوتاه اومدیم و کوتاه اومدیم کوتاه اومدیم که الان 10 سال دیگه گرفتار شد. نسوزی آقا، نمیشه قربونت برم. اینه باقا، آقا ببینیم من راستشو میگم. بگو جمع بگو. اصلا شما به خانم جوردن نمیاد، مشله هیکله ریختت، همه چیز از خانم بهتره. الهی که قربونه دهنت برم. فاتی جون من یه نفر بخوام ترگونه برده مثل خودم نشه، قربونه برم. دختر طلاق ندیم نمیشه، خود این احباب نزیم نمیشه. فاتی جون الهی که قربونه برم. فاتی خیلی مشکله، ولی جون خودت رو حرف خودم بایستدم. روی کدوم حرف بایستدی؟ روی حرفی که زدم، جلوی تو این میگم، اگر به وضعش ادامه بده منتظر خدمتش میگم. چی میگم؟ بیرونش میکنم، به مرگ تو رو حرفم بایستدم. بیا برو بیرون. چشم آقا جون. برو کامشا. باز چی شده؟ هیچی جونم، واقعا اگه تو توی خونه نباشی اینجا جهنمه. چه قشنگ شدی عزیز دلم. همیشه با تو همین تو درست کن، خیلی بد بیا. چی میگی؟ اینا بیگودیه بستن به سر. عجیبه عجیبه، گرفتاری های اداری حس تشخیص از من گرفته. حالا زود باش برو سر کار، داره دیر میشه. دیر بشه جانم، من که عضو معمولی و ساده نیستم، کسی حق نداره به من بگی دیر آمدی زود آمدی. به این آقای پاکیزه طبیعت بگو اگه ببینم یه دفعه دیگه به موقع سر کارش حاضر نباشه، هر چیزی از چشم خودش دیده. این مسخره است. قربان امروز یه کمی دیر کردن، حتما اتفاقی براشون افتاده. چی میگی آقا؟ اینجا که خونه خاله نیست، هر وقت من خواستمش گفتید رفته بیرون. بفرمایید بفرمایید سر کارتون، هر وقت اومد بگید فورا بیاد اینجا، کار لازمی باش دارم. اطاعت. بفرمایید. کوری؟ نمیبینی من دارم میام؟ یادت باشه این دفعه هر وقت من اومدم باید بلند شی. بلند شو. من فقط جلوی پای رئیس با میشم. بس دیگه. خدا بابا خدا پدره که بیارم هاشه. میگه جلوی من پای شو. اونم من. سلام عرض میکنم قربان. فرمایشی داشتم.
البته آقا، البته. هر وقت من شما رو نمیفهمم، من که نباید به حضور قیام شما رسیدگی کنم. شما باید خودتون مراعات کنید. آخه من چند دفعه باید به شما تذکر بدم؟ قربان کم لطفی میفهمید. بنده کسرت کار و فعالیت فرصت نشستن پشت میز پیدا نمیکنم. رؤسای قبلی همه از بنده تقدیر کردن. منتهی جنابالی به قدری فعال هستید که فعالیت بنده به نظرتون نمیاد قربان. آقا کار شما هیچ رضایت بخش نیست. من مجبورم اعمال رفتار شما رو در پرونده منعکس کنم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید سر کارتون. اینقدر باشم، 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 اینقدر آقای پاکیزه، این چه حرفیه میزنی؟ من خب قربونت برم، من یه نفر چه گناهی کردم؟ از صبح ساعت 7 تا 2 بعد از میام اینجا جمع میکنم، جمع میکنم، جمع میکنم، آخرش هم اینه. بگیر خانم جون، بگیر برو راحتم کن، برو خانم، برو دیگه. مال منو بنویس. خب راجع به فعالیت و پشت کار من چیزی ننوشته روزنامه؟ والا من که چیزی ندیدم، ولی مثل اینکه تغییراتی در هیئت مدیره اینجا داده میشه. شما چیزی نشنیدی؟ چرا؟ این هم بخواد بره مرخصی. چطور؟ آخه این که تازه از مرخصی اومده. نه بابا، من برای همین میخواست. میگفت قبل از دفتر مرخصی میخوام از شما تقدیر کنم. شما خیلی فعال هستید. خب بیچاره تقصیرم نداره، عصبی مزاج هم هست. حالا شاید یک کاری بکنم که نظرم بره مرخصی. آقا نمیشه دو تومن از من بگیری. قربونت برم، 25000 میشه. یه دفعه بهت گفتم بی خود معطلم نکن، اینا همه منتظرن. چرا مزاحم میشی؟ باید به این پرونده لعنتی رسیدگی. برو دیگه. حالا همین دو تومن بگیر. چه خبره آقا جان؟ من اینجا بقالیه، مقررات به ما میگه 25 ریال. شما واسه 5 ریال بخواید مقررات زیر پا بذاری؟ میگن آقای رئیس چیز عجیبه، هیچ کس به وظیفه خودش آشنا نیست. حالا 25000 بدین فردا صبح. آره بابا جون، آره برو بابا. آره بابا برو. بفرمایید خانم، بفرمایید خانم، خواهش میکنم، بفرمایید اینجا. فرمایشی داشتی؟ دو برگ رو نوشت میخوام. مدارکتون لود کنی؟ بفرمایید. 48 ساعت بعد حاضر خانم. من باید تا ساعت 12 مدارکم بدم به کارگزینی بیمارستان. درسته خانم. آخه میدونید مقررات دیگه بعد از 48 ساعت رونوشت باید تسلیم متقاضی بشه. حالا اگه شما یه طوری البته من یه راه مناسبی باید پیدا کنم. خواهش می‌کنم شما تشریف داشته باشید. خیلی ازتون متشکرم. من عجله دارم، باید زودتر برم. آقای سرعت‌پور، چرا رونوشت خانم حاضر نکردید؟ من چند دفعه باید شما تذکر بدم. خانم که هنوز مدارکش رو ندادن قربان. ای آقا چرا بابا جر و بحث می‌کنی؟ سه روز رومیز من افتاده. اصلا شما به وظیفه خودتون آشنا نیستید. زود آزارش کنید. قربان من متوجه نشدم. معذرت میخوام. همین الان حاضر میکنم. چشم اطاعت میکنم. از سایه خانم حاضر میشه. آقا سلام. آقا یه برگ رونوشت به من بدین. ببرم مدرسه. آقا اون اداره داره. چی میگی پسر؟ یعنی اداره بابای تو از اداره من مهمتره؟ آقا من چه میدونم اداره کنم یکی تو مهمتره. آقا مدیرمون گفته. آقا بیرونت میکنم آقا. بیرونت بخواه به من چه مربوطه؟ اصلا به بچه رونوشت نمیدی. برو بیرون. بابام نمیدونه بیاد آقا چی کار کنه. به عجب بچه ترک یا بچه برو بیرون. اینه برو زیش بیرون. برو بیرون ببینم. حالا برای من زیخ و زیخ رو انداخته. برو بیرون. برو بیرونم. سلام عرض میکنم خدا. سلام علیکم آقای پاکیزه. استدعا میکنم قربان. تمنا میکنم. بفر به قربان. امری بود قربان. والا چند تا رونوشت برای بچه ها میخواستم. رونوشت برای بچه ها قربان؟ بله برای سعیده و حمیده و سپیده و فریده. خیلی هم لازم بود. تلی که نداره. اختیار دارید قربان. بنده همیشه در کوچیکی حاضرم. این افتخارش بر بنده. قهوه میل داری قربان؟ نه متشکرم نمیخورم. اتومبیلم وسط خیابون. اتحاد قربان. از سایه. شماره شناسنامه شما. بله خیلی خیلی معذرت قربان. استعداد حاضره تمام شد قربان. تمام شد. اینم یکی دیگه. آها آره قربان. حاضره. خیلی معذرت دارم. خیلی لطف قربان. استعداد بکنم تمام نمیکنم. حاضره قربان. بفرد قربان، این سپیده، این حمیده، این سعیده، این فریده قربان. متشکرم، من روزهای چهارشنبه منزل هستم، یه سری به من بزنید. شمران بفرد. ایتا عدیش قربان، خدمت بیرسه، اینجا تو خاکی قربان. خیلی لطف فرد قربان، مرمت زیاد. شناختی بیشو که بود؟ اصلای حاضر میشه. خیلی متشکرم. بفرمایید، ببخشید. مرسی.
حاضر خواه. خب پس شما یک بار ازدواج کردید بعد متارکه کردید، بله؟ تهرانی هستی؟ اصلا اهل شیرازم، اینجا پیش عمم هستم. مگه این چیزام لازمه؟ البته این توضیحات لازمه، چون باید ثبت دفتر بشه. خواهش میکنم لطف بفرمایید. اصلاحه؟ پس این نشانی موقت شماست، اشکالی نداره. خیلی متشکرم، من دیرم شده. عجله نکنه خانم، بنده شخصا حاضرم هر گونه کمکی از دستم برده در باش ما انجام بدم. خیلی متشکرم. خداحافظ. آقای آسوده خیال، بنده میرم تا بیمارستان رو برد. نوکرتم، من میرم یوسف آباد. اشکالی نداره، اول خانم رو برسونه. آخه مظاهره ایشون میشه. جان من بیا بالا، چرا تعارف کنی آقا با عزیز شما، خانم با عزیز شما بیا بالا جونم. تو نه دید بدی نیستی جا کرد. آقا ببخش چشم خانم، این رفیق اون سر خیابون پیاده میشه، اون وقت میزنم تو فرش. قربون دستت، همینجا خوبه. خواهش میکنم، به سلام. خوش اومدی ابراهیم آقا، خیلی معذرت میخوام. ببخشید آقا بزنم، چشم. قربون تو، خدا حافظ. قربون تو، مرمان. بیا بیشه با. قربون شما، به سلام. یا عقدت بلیم. مرسی خانم. منم همینجا پیاده میشم. ده شما که می‌خواستی بری راه ها؟ نه نه، اینجا کاری دارم. نه چه چاله چی؟ بی معرفت میشه که رفت دنبالی ها. خانم، خانم ببخشید خانم، می‌خواستم عرض کنم که اگر کاری داشتید بنده در خدمت حاضرم. خیلی متشکرم آقا، ولی شما این همه راه اومدین که فقط همین حرف رو به من بزنید. بله، و مقداری حرفای دیگه. بفرمایید، خواهش میکنم، مزاحم خانه شد. بفرمایید، خواهش میکنم. همینطور و افتخار میکنم که خدمت شما. مجبورم نکنین به شما بی احترامی بکنم آقا. من باید برم اینجا بیمارستان مدارکم بدم. خواهش میکنم بفرمایید. اشکالی نداره، اتفاقا بنده با رئیس کارگزینی بیمارستان آشنا هستم، میتونم به شما بیمار افتاد. من تو ناموس نداری، چرا مزاحم خانواده مردم میشی؟ ول کن آقا، به تو چه مربوطه؟ به من چه مربوطه؟ شن خانه اون ماره چه نمیتونه رنگ کنه. این آقا میخواد بره راهن، تا شما پیاده شدی دنبال شما راه افتاد. ماره بگو که خیال میکردی با شما آشنا. خیلی ازتون ممنونم آقا، ولی چیزی نشده. تو رو خدا بفرمایید. اصلا به تو چه مربوطه؟ ما دو نفر شریک هستیم، داری با هم صحبت میکنیم. تو چیکار هستی که قدقاتی میکنی؟ شریک هستی همچی میزنم مخش بیاد تو دهنشا، با مردم شریک میشه که تو چی اخشونه بگیری؟ آخه نرده خب تو رو زده. نه من اصلا نه رو سنه بگیره بگیره نه را تو رو خدا دعوانت. اینه ها، اینه مرده که جیوار به توی با این موهای سفیدش خجالت بگیره. اگه باز که داری به من توهین میکنی یا من پدر تو در بیارم. متاسفم که منو نمیشناسی، ولی میفهمیدی با کی مرمز دفتر بکش نیافتی تو جوب. این دوارا واسه پیش خدمت ادارت بیا. شیطونه میگه بزنم تو سرش مثل شاپرن تا آب جا. از داره بچه مردم جرأت دادن یه دقیقه بیاری 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 بیاری. هیچی آشنان جون، من به این آقا گفتم تو خاکی نمیرم، بهش برخورده. آقا چی کار مانده داری بگی؟ آقا چی بگی؟ اینو نگاش کنی اصلا تو چی کاره ای؟ آقای پاسبان، این شخص به من و خانم توهین کرده، من ازش شکایت دارم.
آقای پاسبان چیزی نیست یا سوء تفاهمی شده؟ من باید برم، کار دارم. صبر کنید ایم خانوم، شما با آقا هستین؟ نه خیلی نمیشناسم شما، من فقط سوار تاکسی ایشون شده بودم. آقای پاسبان، بنده خانومو میشناسم و خدمتشون ارادت دارم. این راننده عصبانی شد جد. بفرمید کلانتری. من باید تکیلی راننده رو روشن کنم. آج شما مرخصی. شما هم بفرمید، دست شما شکیه. آقای پاسبان، من خانم دیگه کلانتری نمیام. شما راننده رو ببرید کافیه. من خیلی خوب. چی رو تلفن میکنی؟ من خودم یه پشت آتیم. آقای عزیز، شما که آدم فهمیده هستی میفهمی وظیفه یعنی چی. وقتی میگم بفرمایید، بفرمایید دیگه. بفرمایید. شما بفرمایید خانم. خواهش میکنم شما هم بفرمایید. پسر جون، حیف نبود آهنگری رو ول کردی رفتی دنبال این کار. مردم رو خودت جمع میکنی، پیاده رو شلوغ میکنی، مانع کسب این و اون میشی. آدم ورزیده ای مثل تو خیلی کارا میتونه انجام بده. بدون این جام سروان، به خدا آرزوی آهنگری رو دارم. از وقتی که عمل جراحی کردن نمیتونم کارهای سنگین بکنم. من آبرو دارم، نمیخوام کسی به من کمک کنه. پنج سال تمام قهرمان کشور بودم. صد تا تقدیر نامه و مدال و گلدون نقره و از اینجور چیزا دارم. همه بهم احترام میذاشتن، افتخار میکردن. اما یه روز همچی که داشتم مسابقه میدادم، یهو نفهمیدم چطور شد که این مورای کمرم شکست. بدبختیم از همینجا شروع شد. جام سروان، یه هیکل داشتم به این درشتی، حالا این ریختی شدم. واسه این بود که رفتم دنبال این کار. راست میگی، راست میگی. ببین جونم، من میدونم که جوان شرافتمندی هستی، نمیخوای منت کسی رو قبول کنی، اما باید مراعات بکنی. برو جونم، من به پاسبانا سفارش میکنم مزاحمت نباشم. تو هم سعی کن مردم رو دور خودت جمع نکنی. برو به سلامت. برو. خیلی متشکرم. جناب سلمان، خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. خیلی ممنونم. خداحافظ شما. حالا دست دست بزنید. بابا چه خبرتون؟ دوایی ها از طرفه. با چه طرفه؟ یالت دستی داره. برو لعنت بلا. برو تو آقا. برو آقا. برو تو عوض. اینو باش. بسیار خوب. الان یه مأمور میفرستم. سلام علیکم. سلام علیکم. بسیار خوب. خداحافظ. بفرمایید. بفرمایید. قربان، بنده تو کوچه دلبخواه مشغول گشت بودم که دیدم این دو نفر با خانوم یه عده رو دور خودشون جمع کردن و این آقا با این راننده تاکسی مشغول نزاع هستن. این چیه که من باش نزاع بکنم؟ من آرام یه جواب سلامی هم چش خاصی رو بدم. حالا دیدی آشتا، حالا تقصیر منه. چون شما جان سوا از اونجا تا اینجا چت تا بانه ما رو گفته. اگه آقایون اجازه بدید سرپاسمان گزارش خودشو بده، قضیه روشن. جناب سروان، اشخاص رهگذر و کسبه محل گزارش خلاف با آقای پاسبان دادن. مهمترین مسئله در این میون توهینی است که به بنده و خانم شده و ما برای همین خدمت. جناب سروان، من از شما خواهش می‌کنم این راننده رو مجازات کنید تا دیگران مواظب رفتار و اعمالشون باشن و بدونن که با کی طرف هستن. نه خدا، خدا شما را شما همین تقصیدم همچی میذارم تو کلاش قفه که خوبش بپره بیرون. حالا من انقدر پررو میشه. بفرمایید ببینید چطور داد میزنه. جناب اگه اجازه بفرمایید مرخص بشه. کسی نگفت شما مقصر هستید خانم. فقط چند دقیقه تشریف دارید تا ببینم قضیه از چه قراره. قربان، نمیذارن که. من نمیدونم این آقا چی کاره است که همش میگه من اگه پشت میزم بودم همچی میکردم، اینطور میکردم، اله میکردم، بله میکردم. خیلی خوب، قضیه چی بوده؟ ادامه بده. قربان، به طوری که بنده از کسبه و اهل محل تحقیق کردم، این آقا و خانوم مسافر تاکسی این بودن. این آقای رانندم رو جوونی و جهالت به خانوم حرف رکیک میزنه. کاملا صحیح جواب و به شوهرشون بر میخوره. آقام پیاده میشن میذارن تو گوش راننده. بنده وقتی رسیدم که دیدم مردم جمع شدن. راننده که قصد داشت متواری بشه دستگیرش کردن. حالا بیا و درستش کن. جامسمون به پاکونه قسم خلاف برداشتان رسونده. قضیه به کلی وارونه شده. نمیدونم این فکر کراوات چه خاصیتی بردنش میبنه، اعتبارش بیشتر میشه. ملاحظه بفرمایید چطور داره به من توهین میکنه جناب سروان؟ توهین؟ چطور تو هرچی دلت بخواد میگی؟ جناب سروان، بنده رئیس یک مؤسسه یه تا همسالیشون در اتاق منده میستم. به هر حال قانون بین شما فرقی نمیذاره. شما اگه خلافی مرتکب شده باشید، در هر مقامی که باشید مجازات میشید. خب ببینم ایشون خانم شما خانم؟ بله 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 جناب سروان، ولی البته. نه جناب سروان، ایشون شوهر من نیست. اگه نسبت دیگه ای دارن بفرمایید خانم. جناب سروان، من و آقا مسافر تاکسی ایشون بودیم، با این آقام هیچ نسبتی ندارم. اجازه بدی خانم، بنده خدمتشون عرض میکنم. جناب سروان، البته بدون نسبت نیستن. ایشون ملاحظه بنده رو میکنن. ما با هم ریشه خانوادگی داریم.
ببینید آقای، ببخشید اسم پاکیزه طبیعت فرد تهرانیان است. آقای پاکیزه طبیعت فرد تهرانیان است. بله، من خیال میکنم شما لااقل به مقررات و قوانین آشنایی کامل دارید. امیدوارم مطالبی که میفرمایید دور از حقیقت نباشه. اینطور که معلومه شما از گفتن بعضی مطالب خودداری میکنید. شما با و خدمتشون کاملا ارادت دارم و بعدم راننده در کاری که مربوط به اون نبوده دخالت بیجا کرده و به من که هیچ تناسب شغلی و مقامی با اون ندارم توهین کرده. شما جناب سروان باید این گونه اشخاص بی اتکت و بی پرنسیب و ادب کنید. باز شما به من دستور میدید آقا، به عوض اینکه جواب منو بدید حرفای دیگه میزنید. آخه جناب تحمل بفرمایید، من از خانم سوال میکنم. خواهش میکنم خانم، مثل اینکه شما گفتید با ایشون نسبتی ندارید. بسیار خوب، جریان به طور کلی چی بوده و شما از چی شاکی هستید؟ جناب سروان، من خیلی متاسفم که این اتفاق افتاده. این آقای راننده به نظر خودش خواسته از من حمایت کنه و هیچ جور بی‌ادبی و توهینی به من نکرده. من از ایشون خیلی هم ممنونم. آقام خب سوی تفاهمی براشون پیش اومده بود که انشالله حالا دیگه فهمیدن. من ازشون هیچ شکایتی ندارم و خواهش میکنم نذارین قضیه کش پیدا کن. خانم شما مثل که کسی شکایت ندارید، پس قضیه به کلی منتفیه. مرخصم قربان. بفرمایید. جام سوا، خدا شایده ما تحصیلی نداریم. این خانومم آبرو داره و معلومه که خانواده محترمیه. فقط این آقای پاکیزه طبیعت فرد تهرانیان از یه خیالاتی پیش خودش کرده بود که غلط از آب در اومد. به سر خودتون ما بی تقصیریم. اجازه بدیم مرخص بشیم. امرو علاف علاف شدیم. شب باید 60 تومن دخل مالک تاکسی رو ببریم بهش بدیم. همش تقصیر این مردمه که افتادن وسط و با آجدان گفتن تقصیر راننده بوده. ذهن آجدان رو کور کردن. بسیار خوب، قضیه تا حدی روشن شد. من حالا به محل کار ایشون تلفن میکنم ببینم ایشون واقعا در اونجا سمتی دارن یا خیر. شماره تلفنتون چیه؟ 34742. ببخشید آقای رئیس، پاکیزه چطور به شما نگفته کجا میره؟ والله خانم، بنده از دست شوهر شما کلافه شدم. ایشون اعصاب منو خورد کردن. با خدا مرگم بده، اون که همش از شما تعریف میکنه. اجازه میفرمایید خانم؟ خواهش میکنم. بله بله، ایشون معاون بنده هستن. ها؟ کلانتری؟ بله بله، بسیار خوب، متشکرم. بفرمایید خانم. عجیبه، آخه من چی بگم؟ شوهر شما رو بردن کلانتری؟ چی؟ برای چی؟ چه میدونم؟ حتما برای نظام وظیفه است آقای رئیس. نظام وظیفه چیه خانم؟ پر شما 60 سالشه، حتما با کسی دعوا مرافع کرده، حالا هویتش رو از ما میخواستم. خانم من از دست شوهر شما دیوونه شدم. چون انسان تا دستش توی کار نباشه نمیتونه این مطلب رو درک بکنه. و من به نوبه خودم از حسن ظن شما بی نهایت تشکر میکنم. متشکرم. ببینید آقای پاکیزه، از نظر اینکه کسی از شما شکایت نداره و سابقه ای هم نداری و ممکنه برای شما و خانم ناراحتی هایی تولید بشه، چشم پوشی میکنم و امیدوارم این قضیه برای شما درس عبرتی بشه و با حیثیت دیگران بازی نکنید. خیلی متشکرم جناب سوان. ای دادی بیداد. سلام خانم. بفرمایید خانم، مثل اینکه شما خانم آقای پاکیزه طبیعت هستید. بله. ای بابا پاکیزه چی شده؟ این که خانم با ما و خانم دعوا کرده بودن، حالا دیگه آشتی کردیم. بله خانم کی باشن؟ نمیفهمم. باز تو دست گلی باید بدی؟ بای خدا جو قایم بشی. خانم بهتره که شوهرتون رو ببرید منزل، ایشون برای شما توضیح میدن. امیدوارم با همسرتون با مهربانی رفتار کنید. خواهش میکنم. بفرمایید. آخه من از دست چرا پشت من دیگه میری پشت زن مردم قایم میشی؟ چرا به من؟ خیلی معذرت میخوام جناب سروان، خاک بر سرت کنم، تو لیاقت همینا رو داری. منو بگو خیال کردم با یه آدم حسابی دعوا کردی آوردنت کلانتری. مرمتون زیاد جناب سروان. وای که دیگه بیچاره شدم. اخی جون، اخی جون، جناب سروان خیلی از شما ممنونم. خانم خیلی معذرت میخوام. اخی جون، اخی جون صبر کن. جناب سروان اصلا یه رو عوضیه، از صبح تا الان همه بازی رو سر ما در آورده. ما رو مرخص کنید بریم سر کارمون. ابدا من خیلی هم متشکرم. برای خاطر من از کار و زندگیشون افتادم. من خودم هم نتونستم مدارکم به بیمارستان بدم. امروز آخرین مهلت بود. خیلی ممنونم. رفتار شما و طرز برخوردتون طوریه که اعتماد و اطمینان مردم رو جلب میکنه. من خیال میکردم آدم وقتی تو کلانتری آمد میگیرن حبسش میکنن. ببخش از اون فکرهای بچگونه.
البته اشخاص نادرست خاطی باید از پلیس بترسن، ولی شما که گناهی نکردید. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب سوار، من چاکر شما ممنونم به حرفم رسیدی کردین و فهمیدین که بی تقصیرم. از خانومم یه عالمه معذرت میخوام. والا به خدا من نمیخواستم که مزاحم خانم بشم. بسیار خوب، والا زودتر برو خانومو برسون، ممکنه کار کنه. چرت جان سوار، با اجازه شما. خدا نرسته خانم، باید ببخشین، من باعث شدم شما به کارتون نرسین. حالا بفرمایید برسونم اتون. نه خیلی متشکرم، من با یه تاکسی دیگه. با اختیار دارین خانم، لابد با قابل نیستین که بابا نمیاد. بفرمایید، خواهش میکنم. نه نمیخوام مزاحم شما بشم، من امروز وقت شما رو تلف کردم. خیلی متشکرم که برای خاطر من زحمت کشید. خانم وظیفه‌مون رو انجام دادیم. عشقم کشید یارو فوکالیه رو خیلی کنم. دلم خواست امروز کار نکردم، فردا میکنم. پول چه قابلی داره؟ بفرمایید. حسین جو، تو منو میشنسی، من آدمی نیستم بی خودی هوایی بشم، اما تو نمیری برق نگاه این دختره یه آتیشم زد. خب چی بهت میگم؟ خیلی درد دل کرد، نمیدونی چه زن ساده و نجیبی بود. میگفت اهل شیرازم، شوهرش طلاقش داده بود و با یه بچه دو سه ساله ولش کرده بود. این بابا اومده بود تهرون پیش عمش، میخواست بره بیمارستان پرستار بشه. ظاهرش بد نبود، اما من رو هوا خوندم که تو کیفش یه پنج تومنی هم نداره. ای بابا، ولش همه نجیب و سربران، اما آخرش خدا میدونه کجا سر در میره. تو این آینه انقدری و تاکسی آدم خیلی چیزا میبینه. تو چه بچه میشه؟ حسین جون این حرفا نزن، همه که نانجیب نیستن. یکی میبینه واقعا آبرو داره، میخواد با شرافت زندگی کنه. تو چشاش خوندم که دنبال یه زندگی راحت میگشت. ای خدا عزت تو شکر، من که نتونستم دو کلمه حرف بزنم. پسر خب اگه خوشت اومده بود میخواستی بهش بگی. ببینم تو چیت مگه از مردای دیگه کم داره؟ ماشاءالله جوونی و کارگر. اونم که اینطور میگی از طبقه خود ما هاست. خب تو که بهش میگفتی خانم، ما نظرمو شماره گرفته. ای بابا، تو هم نفست از چه گرم بلند میشه. حالا اومدیم و این حرفا میذاریم، اونم قبول میکرد. آخ قربونت برم، یه آدم آسمون جلا سپاسی مثل من که اگه یه روزی کار نکنه کمیتش لنگه، چرا دختر مردم رو تو فکر و خیال بندازه؟ نداشم، مرد باید خوددار باشه. بالاخره قسمت آدم هرچی هست همونه. پس دیگه فکرشو نکن، پاشو با بشین پشت فرمون، بذار پشتش تا شب کلی کاسه بیر. این کار ولی بچه مدرسه یا سلاسر جون. حسن آدم در زندگی به یه چیزایی بر میخوره که یه دفعه بیدار میشه، میفهمه مردم چه گرفتاریایی دارن. این تهران با همه گندگی و قشنگیش یه وقت اینقدر کوچیک میشه که آدم میخواد دلش بترکه. چه گرگای سر راه مردم خوابیدن. این دخترم حیوانی مثل بره بود، خدا به دادش برسه. آب بیا برو پیش مامانت. باز نشستی و بخ کردی دختر جون. آدم اینقدر خودشو نمیخوره، باز دیگه چی شده؟ غم و قصه آدمو پیر میکنه. عمه جون چه میدونم، امروز هم این اتفاق افتاد. من امروز هم نتونستم به موقع برسم، دیگه از روی شما خجالت میکشم. دختر جون، اینجا خونه خودته، من اسماعیل هم که بچه نداری. این بچه هم مثل بچه خودمون میمونه. نزی جان نماشی بودو برو بقل ماما جون، بودو بارکلا نزی جونم. امی خانم دیگه به تنگ اومدم، اگه برای خاطر این بچه نبود خودمو سر به نیست میکردم. اما چی کار کنم که نمیتونم، بالاخره اینم مادر میشه. میخوام به بابای به غیرتش بفهمونم که بدش بقیم تو خود دیگه اینقدر گرگه نمیم. بودو 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 جونه بودو فرمونه قدو بالت برم. بودو جونه بودو نزی 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 باری کن.
آخه تو نباید اینقدر بی خودی قصه بخوری. نه من میدونم که اون چقدر به تو بد کرده. پیام طوری نشده. الحمدلله تحصیل کرده ای، سواد داری، هر که دلت بخواد استخدامت میکنن. بچت هم به سلامتی بزرگ میشه، دیگه گریه نه. عمه جون هیچ کس بر آدم کار انجام نمیده. همچی که یه روی خوش از آدم میبینن، خیال میکنن هر غلطی که میخوان میتونن بکنن. نمیدونی امروز چی کشیدم. حق دو دخترم، اما همه مردم هم یه جور نیستن. هنوز هم آدم های خوب پیدا میشن که وجدان داشته باشه. خب اون همین شوفر تاکسی به قول خودت چه آدم خوبی بوده. آره همه جون خیلی خوب، صداقت از سر و روش میبارید. میدونم آره جونم غیرت و جوون مردی تو مردم کوچه و بازار خیلی بیشتره. دیگه ناراحتی بسه. با همون سادگی خودش میخواست از من حمایت کنه. تو چشاش یه نگاه و نظر بد ندیدم. میدونم امی جون از اینجور آدم ها خیلی کم هست. میگفت حاضرم اگه کمکی از دستم بر بیاد انجام بدم، اما من بهش جواب ندادم. نه نمیخوام. همه این مردم سمدگه میمونم امی جون. میفهمم تو چی داری میگی. حالا دیگه گریه نکن. گریه بس جونم، بس قربونت بس. من تو روغن چیز بنویسم، بگو کسی نیاد بالا مزاحم من بشه. فاتیه. بله خانم. فاتیه مواظب قضا باش، من میرم حموم یه ساعت دیگه برمیگردم. اگه آقا چیزی خواست براش بگو، مطمئن باشی. پاکی جون من رفتم حموم، زود برمیگردم. خداحافظ. برو اخی جون، خداحافظ. زودتر برگرد اخی جون. بله آقا. نه خیلی جونم لبک میکرسه. خانمه بی خوب کرد چند رفته. بلایی تو مصبوره دارم. بلایی تو دیگه برم. فاتی. ببین چی میگم تو آشپزخونه چرا رفته. بیه بیرون فاتی. نمیام بیرون. خانم گفته تو آشپزخونه باشه. خانم غلط کرده. وقتی آقا دیگه بی بیرون بیه بیرون دیگه. فاتی جو. فاتی. اگه بیام بیرون شما اذیت میکنیم. آخی شما آدم رو قلقلک میگه. این در واقع حالا که موقع شوخی رو درات گفت برو در فاتی جو. خانم میاد. فاتی الان که دورت بگردم. در واقع کن. فاتی برای در این بیشتورم. یقت نداری باش رو باشی کرد. یا خودت نشیدنی. علاق دی کنه دوام کنیم. فاتی جو. تو باید چی میگم. این جور من. من دارم. پنج دقیقه. چهار دقیقه. سه دقیقه. دو دقیقه. چی؟ خاک بستر کنم دختری بیشش باری. اخی برم خورده یک پدر یزا در بیارم که بگه ایل باری. اخی جو خوش حق بازه موزی. تو آدم بشه نیستی. 10 سال سب کردم نتونستم درست کنم. اخی جو به خدا من تقصیری نداشتم. این دختره ورپیده منو ولم بمی کنم. هر دوزن و ایلا حوار میکشم. اون مال ادارت، اون مال تو کوچت، اون مال کلانترت، این هم مال تو خونت. بردش رو ریخت و قیافت ببرن که سیرمونی نداری. شربت بی هم. کفش طلا بپاکن، اخماس ابرو واکن، قلب منو رضا کن، کام دلم روا کن. میگم که ای خوشگلا چشماتون قشنگه، اون قشنگه. میگم که ای خوشگلا چشماتون قشنگه، میگم که ای مرخولا چشماتون قشنگه. Thank you.
کجا آقا؟ من میرم سرسویل، یه تومنم میدم. با اجازه شما. کسی رو سوار نکنید آقا. ده، سوار نکنم. باز چی سوار نکنم؟ من اجازه نمیدم آقا. بیا بالا آقا، ولش کن. چی رو اجازه نمیدی؟ ما رو ببین که بهش احترام گذاشتیم ها. میبینی تو رو خدا؟ اتیکت داشته باشید، 20 ریالت من میتونی سه مسافر دیگری هم سفر میکنی؟ بس که نوبر 20 ریاله آوردی. قربون شکلت، تو بغل شما که نمیشینه. میشینه بغل من. آقا جو راننده عزیز، من به کسی اجازه نمیدم تو تاکسی من سفر. من عادت به انزوا و تنهایی دارم، میخوام تو اولین خودم باشم. اولا که این تاکسی مال شما نیم، مال یه آدمیه که اگه شب دو تومن رخلش کم باشه شیردون آدمو میکشه بیرون. دومندش آقا جون، تو که میخوای در انزوا و تنهایی به سر ببری، خب چرا مزاحم مردم میشی؟ بیشیار مال خودت خوش اومدی داداش. مقررات راهنمایی میگوید با داشتن مسافر نمیتوانید مسافر دیگری سوار کنید. آخه تو که مسافر نیستی، مردم آزاری ناکرتا. من مسافر نیستم، بی عدبی کنید. خدای من چه اتفاقی افتاد؟ مگه کوری مرد من وایستادم؟ دست راست کجاست؟ اگه تو دست چپ و راستش رو بلد بودی راننده تاکسی نمیشدی. آین محترم شهادت باشینا، اون روسا که منو بالا میاره، خودش داره سفر صندوق منو داغون کرده، حالا طلبکارم شده. وقتی کاردن فنی اومد، اون وقت میفهمی که طلبکار چیه. خب کاردن فنی بیاد. آقا جون، شما یه حرفه در راست داشتی. من که متعلق سمت راست خودم بودم. حالا کلافن میکنه با. زیادی جوش میزنی. این حرفا دیگه بیفایده است. آقای راننده قبول کنید که تقصیر شما از کسرت ایشون رو باید یک کنید. آقا اون بود ممنون نیست. آقا من تو شما رو بردیم. من برای ایشون رو بردیم. چی میکنم؟ داغوره میکنم. بری ازدیم. بیرم با. بیرم با. بیرم با. بیرم با. آقای اون منو کاش. دیگه من چه عرصه. بفرما. سفر صندوق عقب رو خورد کردی، کلی منو تو خرج بدبختی انداختی، حالا تازه یه چیزم طلبکاری. آخه چقدر من باید پول تعمیرات بدم؟ اگه یه ساعت میشستی پشت فرمون میفهمیدی دنیا دست کیه. چه داره میگه؟ آدم وقتی خلقش تنگ میشه هیچی نمیفهمه. به من چه مربوطه؟ من که زامن نیستم. من با تو قرار باشم شب بشم چست تومن به من دق بدی؟ این حرفا به من مربوط نیست. من یه شیطه تاله خوردم که اینطوری داری حرف میزنی. بالاخره یه وقت اتفاق میفته. ای بابا، هر روز که برای تو اتفاق میفته. هی با مادر جوش بابا، واسه گفتم که دیرو چطور شد، امروز هم من تقصیر نداشتم. خب تو این شهر شلوغ یه وقتم با آدم میزنم. خون نکردم که شوپر تاکسی شدم، هی از من بازخواست میکنی. برنامه چه میکنم؟ آره بابا، خیال میکنی نوبر تاکسی رو آوردی؟ هزار نفر منتم آدارم، منو به اون که بگیم من که سم از تاکسی نگهداری میکردم. بگی با این سویچه رفتا نخواستم. اصلا آمراشو میپوشم دیگه، به هم صرف نداره. من که برای من داره. لا دو کرور وامیستم ها. نه از صبح تا غروب مستم آدم در میاد کار نیکه. هی میگن راننده تاکسی باید مؤدب باشه. ادب بزرگترین سرمایه است. یکی جلوی مردم رو بی‌انصاف رو بگیره. آخه چقدر آدم ملاحظه کنه، مخ آدم سوراخ میشه. توی کله من شب تا سو همینطور گام دار صدا میکنه. حرکت کن آقا، گردش شب ممنوع، گردش راست ممنوع، توقف نکن، فرقه معاینت کن، تاکسی کثیفه. نخواستم بابا، نخواستم. خب گفتید که شورتند نمیدونید.
خیلی مشکله، خیلی مشکله خانم. ماشین نویسی لاتین و فارسی بلدم. مطمئن باشید به کارم علاقمند هستم. ما برای کار در این شرکت خانمی باشم سعی میکنم لباس خوب بپوشم. البته، البته. ببینم امشب شما میتونید شام رو با من بخورید؟ چون فرصتیه که آسفم. من برای کار اومدم خدمتتون. و از اینکه منو به شام دعوت میکنین خیلی متشکرم. ولی اگه شرایطی برای استخدام دارید همینجا بفرمایید. اصلا شما به درد نمیخورید خانم. بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. محلی برای استخدام ندارید. اخی جون از خره شیطون بیخوری چی پاساش بده؟ جلوی مردم بده؟ نفهمیدم اخی جون غلط کردم نزم بده جلوی مردم بده؟ اخی جون الان که دوره بگردم الان که یک ساعت یک بشم اخی جون الان که قربون شکلت برم از خواهد بشم برات شوری؟ یه بود یواشم یواشم داد دادم چندتر خلاق میدم صدام در به میچند الان که قربون دارم داد دادم یواش یواش بده سلام برشید سلام عرض سلام علیکم خانم بفرمایید یالا بشین همین الان باید تکلیف منو معلوم کنی چی شده خانم بفرمایید بنشینید خواهش میکنم شما هم بفرمایید خواهش میکنم متشکرم چشم من میخوام از این آقا طلاق بگیرم بله. خواهش میکنم زود باشین طلاق منو بگیرید دروغ بگی قربان ایشون حواس پرتی دارن خانم موضوع چیه؟ مثل اینکه خیلی عصبانی هستید. بفرمایید ببینم چی شده خانم. موضوع طلاق جونم. طلاق. ما با هم دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. میخوایم از هم دیگه جدا. علاج پیشبرگت بشم. البته اگر توافقی بین زن و شوهر نباشد، دو کالها میشوند. ولی دو نفر که سالها با هم زوادگی را پاره کنند؟ آقا این رشته دیگه پوسیده شده. من دیگه یه سر با این مرد دیگه سرم کنم. خب آقا چه میفرمایند؟ آیا شما هم تمایل به این کار دارید یا نه؟ خیر قربان، اتفاقا من خیلی هم دوستش دارم. آفرین. اما خب بشر جایز الخطاست قربان دیگه. احسنت، احسنت. یه وقت مرتکب اشتباه میشه قربان. بیچاره آبرو تو ببرم. البته بشر جایز الخطاست و خانم هم از خطای شما میگذرند و آشتی میکنن به سلامتی تشریف میبرین و با هم زندگی میکنین من آشتی بکن نیستم پدرشو در بیداد بیداد بفرمایید خانم خواهش میکنم عصبانی نشید 20,000 تومن میخرم بله مخارج و عده و نفقرم باید بدیم هرچی هم تو خونه هست مال من درسته این از اولش خودش بوده و همه یه دست کوتاه شد. اخی جون گوش بده بیبی چی میخوام. نه نه انگشتا خراب میشه. نه نه خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. ناراحت نشید اشکالی نداره. اشکالی نداره. اگه من نبودم بیچاره به سفوری هم قبولت نمیکردن. حیف من. حیف من. اخی جون رعایت احترامو بکن. هر چی باشه من شوهر تو هستم. خوابشو ببینی. زود باش مهرمو بده. دیگه نمیتونم معطل بشم. اخی جون من که الان پول ندارم البته مهر به عهده منه ولی تو خودت برای من 1,000,000 تومان ارزش داره عزیزم اقل لجبازی ده خوبش بریم خونه قربان خوش بریم آقا دستم به دامنه طلاق منه بگیر الان یخمو پاره میکنم این زبونش ما رو از سوراخ بکشه بیرون بازم داری منو گول میزنی اشکالی ندارد خانوم این مطالب باید گفته شود خب شما یکی دو ساعت باید معطل بشید خانوم به فوریت که نمیشه بله فردا خدمتتون میرسی فعلا عجله اینه آره تو بمیری من تا طلاق نگیرم نمیرم اخی جون پشت میبرم به سینما امشب پشت چه میفرمایید آقا حاضری خانم را طلاق بدید یا خیر والله حالا که اصرار داره من حرفی ندارم ولی مهریه رو باید ببخشه که من یه دلخوشی در این میون اقلا داشته باشم بخشم آره تو بمیری تا یه شی آخرشم میگیرم اخی جون پشت بریم جون خانم مهریه سنگینه و معلومه که یک دفعه پرداختش میسر نیست بله بله آخر شما هم باید یک کمی مراعات کنید خانم حقوق ادارش رو حواله میکنه اول برج به اول برج میرم میگیرم مخارج نفقه و عدرم باید همین الان بگیرم خانم پشیمون میشید بهتره که با هم آشتی کنید خانم ابدا پشیمون نمیشم آرزو دارم با این نیکویی زندگی کنم نمیخوام بسیار خوب بیل مبارک است آقا رسول ده دفعه طلاق را بیاورد اطاعت ولی بقیده من بر این است که دوباره با هم آشتی کنید بفرمایید دو تا به جو یه پنج سری بالزام میدید ورده بهش اومده معطل نکن این دو تا به جو چی شد؟ یک کوبه اولا حسن آوازن روشن شیم داریم که آره به سلامتی نوش مردان نوشه ببین ناصر جون اگه با سه روزگاره بخوری پیر میشی از آقا برام یاد بگیر
این خیالش نیست. خیال میکنی ما قصه نداریم؟ چرا والا خیلی بیشتر از شما همان تاش به یکی میستازه به یکی نمیستازه. به ما ساختگه گنده شدیم. قربونت برم. قربون آدم چیز ما هم همینو میگیم. باس با روزگار ساخت و پدر غم و قصه رو دره بود. ای بابا چقدر به پر و پای ما میپیچی. خب یه وقت آدم تو عالم خودشه، دلش میخواد با خودش خلوت کنه. پمال آوردی چی کار؟ اومدیم یه گلاس بزنیم و کیف کنیم. ای واسه کار دلتنگی که ارزا نداره. هزار نفر منت تو دارن سر تاکسیشون کار بکنیم. تاکسی؟ کی دلش میخواد رو تاکسی کار کنه؟ دیگه کلافه شدم و بس مردم حرف مف شنفتم. خیال میکنن شوفر تاکسی بدبخت رو خریدن. خدا نکنه آدم جوابشونه بده اون وقته که پاسبان و افسر راهنمایی و مالک و ماشین خلصه همه میتوپن با آدم و حق رو به مسافر میدن. خب بابا مالک تاکسی هم حق داره. اگه بلاموشو تو هر روز دعوا بکنی و به این اون بپری دخل آخر شب چطور میشه جونم؟ ابرام آقا تو رو امام حسین ما دعوایی هستیم. خب یه وقت اتفاق میفته آدم چقدر خودشو بخوره. در هزار دفعه بهت گفتم تو واسه این کار ساخته نشدی. بلکن برو دنبال کار دیگه. حالا فکرشو نکن. این نیز بهش درد بزن روشنشی. سلامتی وایده باشی. این تو خوابه چی میخوری بگم بیارم؟ آبجو؟ کدوم؟ من چیزی نمیخورم اینجا. ممکنه ما رو ببینم. من ناراحتم. خب ببینم. مگه چطور میشه؟ این حرفا دیگه کهنه شده جون. آخه اگه یکی ببینه من چی بگم؟ نه با اون نیست. عوضی گرفتی. ولش کن. تو نمیری این مریم رفیق مهجیه. من میشناس. اونم تقی پرو بچه محل مهجیه. توف بهت بیاد روزگار ناجس. خب شاید مهدی هم باهاشون باشه. اومدن یک گلاس با هم بزنن. چی میگی با؟ مهدی دو ساله که زندونه. یه نفر زیر کس 3 سال زندونی براش بریدن. اون بدبخت روحش هم خبر نداره. آره بابا این تقیپر رو اون ناکسای روزگاره. حتما یار رو گولش زده آوردتش اینجا. ابرام آقا مهدی رفیق ماست. خیلی لوتیه، خیلی مرده. ببین حالا که بده ورده چه نالوتگیری باش میکنن. من باز به این بیمار خود بفهم. بشین بابا، باز اومدیم یه گلاس بزنیم. چی کار داری به کار مردم؟ عشقش کشیده اومده. زورکی که کسی رو نمیارم. بی خود خواهی قاطی میکنی که چی؟ دو سه تا لیوان که بزنی خودت راستشو میگی. این لاکرده روی آدم رو باه میکنه. من سیگارم تو تاکسی جا گذاشتم. برام بیارم. الان برمیگردم. مردان من میرم سر میزش میخوام ازش بپرسم واسه چی با این بی‌معرفت میخوام ماری. منم باید بیارم. نه میخوام خودم برم. شما اصلا انگار نه انگار. آخه لا ایوا شما؟ آره من. چی شد؟ من نمیخواستم بیام اینجا. منو به زور آوردم. کی میتونه آدمو به زور بیاره؟ شما چطور حاضر شدی با یه ناکس بی‌معرفت که هیچی سرش نمیشه بیا اینجا؟ یه موی مهدی به هزار تا این نالوتیا میارزه. من دیگه از تنهایی خسته شدم. 2 سالی که مهدی رفته هرچی داشتم و نداشتم فروختم. آخه منم خرش دارم، زندگی دارم. مهدی هم پیغام داده هر جا دلت میخواد برو، هر کاری دلت میخواد بکن. لابد اون بیچارم فهمیده که این ور اون ور میری، گفته برو. خب چاره ای نداشته. تقی هم میخواد منو بگیره. گفته قرضاتو میدم واسط خونه میگیرم. یه وقت خیالای بد نکنی. تغییر رو من میشناسم. چی داری میگی؟ هزار تا این کلک ها زده. این آدمی نیست که رو حرفش وایسه. پس من چیکار کنم؟ تا کی میتونم منتظر مهدی باشم؟ آخه یه زن جوان چقدر تحمل داره؟ مهدی رفیق ما بوده. 7 سال دیگه که باشه نوکرشم. جورشو میکشم، زندگی تو رو برام میکنم تا ایشالله حبسیش تموم بشه. اون خیلی تو رو دوست داره. چرا میخوای خودتو بدبخت اینو اون بکنی؟ ده. چی گفت به تو بیه سر میز من؟ مگه تو خوار مادر نداری؟ یعنی میخوای بگی این خواهرت ورش تو شیشه آوردش اینجا؟ تا که میشناسی چرا میپرسی؟ جور رفیقتو میگی؟ بی‌معرفت پر رو بابا اینا رو سواش کنی. رفیقاش همین تا نشسته دارن نگاهش. خوش بریم اینا. بابا
بره مریم. یعنی چی بره مریم؟ خیلی مسترد دوستم. بفرم بشین بابا، بفرم بشین. خلقتو بی خودی تنگ نکن. حوصله داری ها؟ واسه کی بی خودی یخدو پاره میکنی؟ یارو عین خیلش نبود، با تقی گوش رفت. خب چیکار کنه؟ یه حرفایی میزد که حق داشت. یه زن جوان تنها رو من میبرم. بابا خودت چه رفتی؟ نره یاد داشت با یاد داشت دونه من راز نکنی یاد بنویس تو دفترت یادت نره یاد داشت بذارش دیر سرت یادت نره یاد داشت حالا بیزار از غم هستیم ماری جون کنار دل ماری جون دنیا ما همه گذره ای ماری جون او با بدش میگذره ای ماری جون با هم نشستن خودش حالی داره آدم میفهمه که حالی داره آدم میپرسه اما درد همو گرمی میبخشه آه سرد همو خوشتر از رخ یار و شراب انگوری امان یار یار اون شب مرا خیلی نداری یار یار اون شب مرا بال نداری یار یار اون شب مرا خیلی نداری به سلامتی برو اونجا که قم نی برو والا آقا ابراهیم جون معذرت میخوام اینجا خیلی سرده بفرمایید تو سالن اونجا بهتره بله من اون کن با سرما کدومه ما یلایی هستیم میخوام به شانس بلنده رفیقمون عشق کنیم برو دوست پیش پیش بردیم بودو بخوابه زیر کرسی گرمه عرق میکنه ایشالله که حالش خوب میشه خوابیدمه جون شما اینقدر به من محبت میکنی که نمیدونم چی بگم مدتا همه خونه زندگی شما رو به هم زدیم باز تعارف تیکه پاره شروع شد تو چرا اینقدر جونم آخه میخوام ببینم کجا رو به هم ریختی اگه کرسی رو میگی من خودم دوست دارم اول پاییز میذارم آخر بهارم ورش میدارم من فکر کردم دوباره برگردم شیراز هرچی باشه اونجا بهتر میتونم زندگی کنم اینجا که هر دری رو زدم نشد ای بابا تا آدم پول و پارتی نداشته باشه کسی محلش نمیذاره اما بالاخره آدم اینا اونو میبینه کار درست میکنه اسماعیل هم گفته که تو ادارهشون چند تا ماشین نویس زن میخواد من از اسماعیل خان بیشتر خجالت میکشم من مزاحم هر دوی شما شدم خجالت نداره جونم شوهر عمتی بیت برادر زاده من بخواد به نظر من تو بی خودی برای خودت غم و غصه درست میکنی فکر خیال بی خود نکن جونم اینجا خونه خودته زود بشونم زود باش باشو بخواب برو Thank you.
این پول مال بنزه 180، این پول مال باغچه فرزاد، این مال خونه تو سلسبیلم، اینم مال سلامتی سیبیلم. اگه یاد از باشد این بلیت مالون مسافرهای تکسی بود که تو دو عوام رافی گرفتی و گذاشتی چیزه؟ حالا که این بلیت برنده شده خودتو صاحبش کنیم. بلیت؟ آره راست میگی، اما بالاخره هر کی این بلیت دستش باشه صاحبش شدی که دو تومن که این حرفاره نداره، تازه اونا روشون هم خبر نداره این موضوع. اگه قبول داری که صاحب اصلیشون هستن باید بری بهشون بدی. مال مردم رو میشه خورد، اما بالاخره جلوی آدم هم میگیره و خفه میکنه. بلکن باید تان واسه ما مکتب با کردی، این پول خدا واسه من رسونه که زندگی ما رو برا کنم، باقیشم حرف مفته. اصلا تو رفیق مایی یا رفیق اونا؟ تو اگه وجدان مایی باید هوای ما رو داشته باشی و... ها برای همینی که میخوام تو راه قلل نری، تو با این کارات منو ناراحت میکنی، تو با وجدان ناراحت هیچ وقت خوشبخت نمیشی. من خیال میکردم که لوتیگری جوانمردی سرت میشی، حالا میبینم این پولا تو رو دیوونت کرده. تو چه میدونی شاید اون دو نفر بیشتر به این پول احتیاج داشته باشن، خدا رو خوش نمیاد اونا صاحب این بلیط هستن. میدونم بابا، پولش اون پرمی خانم آقای پاکیزه بیمعرفت داد، اما همون وقتی دیدم برنده شدم دیگه نفهمیدم خودتم بودی دیوونه میشدی. حالا ما اونا رو راضی میکنم، بالاخره یه چیزی بهشون میدم. از پول خودشون بهشون میبخشی؟ واقعا این چرخ تو از دست دادی؟ مگه یاد دفتر رفیق 10,000 تومن پول اون بیوه زنه رو بالا کشید سر یک هفته سینه پهلو کرد و مرد؟ این پولا تو رو خوشبخت نمی کنی، تو اگر غیرت و شرف داری باید بری تمام و کمال این پولا رو به صاحبش برگردن. ببین وجدان جون، من همیشه برفای تو گوش کردم، تو که غریبه نیستی، بالاخره خود مایی. میدونی که منم روی این پولا حساب کرده بودم، میخواستم یه کارای میدونم شاید میخواستی به چند نفر کمک کنی، اما کسی که میخواد به مردم کمک کنه باید از پول خودش و از مال خودش باشه.
تو که به قول خودت منت فلک رو نمیکشی و همیشه کار کردی و خوش بودی و زندگی کردی، نباید طمع به مال مردم داشته باشی. راست میگی، من یه نفرم، یه آدم آسمون جون. هر کی داشتم خوردم و عشق کردم و دنیا رو به عشق همون یه دمش دود. واسه چی؟ چرا به حرفت گوش نکنم؟ نوکرتم، تو روشنم کردی، تو بیدارم کردی. تو شاهدی که من یه عشق پول کسی رو نخوردم. هر چی داشتم مال رفیقان بوده. ها رو پیدا میکنم و تا یکی آخرشو بهشون میدم. حالا من میتونم راحت و آسوده باشم. تو پشتگاه تو از خودت راضی کردی. برو اونا رو پیدا کن. وقتی پولا رو بهشون دادی میفهمی که خوشبخت کردن دیگران چه لذتی داره. ببین وجدان جون، تو بزرگتر مایی. من دست به این پولا نمیزنم. حرفتو قبول میکنم. تو نمیری تا یشه آخرشو بهشون میدم. کاری نمیکنم که تو من دلخور بشی. اگه شده فرش زیر پام بفروشم دست به این پولا نمیزنم. چاکرتم، نوکرتم. خودمونیم خیلی علکی خوشیم ها. خب راست میگه، این پولا مال اون بیچاره هاست. باری کله وجدان جون، خوش اومد. خوب موقعی به دادم رسیدی. نظیم خودمونو خراب کنیم. خدا پدرتو بیامرزه وجدان جون. ناتو جون، نارمن چی کار داری دایی؟ لواج یک کاری دارم دیگه باب، چند دمه میپرسی؟ برا پکره، قربون تو. خانم ببخشید، یه خانمی رو من چند روز پیش اینجا پیادهش کردم. اسمش پروین خانم بود. منزلشون اینجاست؟ بله همینجاست، اما الان خونه نیستن. شما هم شوفر تاکسی هستی؟ بله خانم، من یه کار واجب باشون داشتم. الان کجا میتونم ایشونو ببینم؟ سلام علیکم، منو میشناسی یا نه؟ شما اینجا شهر مکنی؟ بخ خانم چی داری میگی؟ من همه ترونه زیر پا گاشتم تا خونه شما رو پیدا. اینجا منتظرتونم. خانم اون بلیتی که تو تاکسی خریدیم برنده 200,000 تومان شده. بریم یه جایی بشینیم تا همه جریان واسه اون تعریف کنم. بریم خانم، بریم واسه تلف نکنیم. زود بشی بریم، همه رو واسه تو میشم. بیا بریم دیگه واسه تو. اون چه این جمعه دونه؟ چی شد؟ خدا میدونه چقدر عقب شما گشتم. تمام نارمک رو زیر رو کردم. آخه برای چی؟ خدا نکنه امونتی مردم پیش آدم باشه. جون شما همین تو چسبونده بودمش به خودم. نکنه خدا نکرده یه وقت. پروین خانم با شما هستم. چرا ماتت برده؟ بابا اون بلیت بخت آزمایی که پیش ما مونده بود برنده 200,000 تومان پول شده. اینم پولاشه دیگه. آخه چطور؟ من نمیتونم بفهمم. مگه شما این پولا آوردین بدین به من؟ بابا طوری نشی، یه وقت چیزی نیست. من سید ناصر راننده اون تاکسی ام. 200,000 تومان پول بلیت شما رو آوردم که بهتون بدم. دارم کم کم میفهمم. اما آخه چطور همچی چیزی میشه؟ چطور شما راضی شدین این همه پولی که مال خودتون بوده بر من بیارید؟ من که نمیتونم باور کنم.
والا اولش حالیم نبود، اما یه وقت به هوش اومدم و دیدم این پول مال مردم، باید به صاحبش برسونم. خلاصه وجدانم قبول نکرد راستش. این بلیط اون آقای پاکیزه خرید و با من شریک شد، بعد من تو اون دعوا مرا دادم. خدایا مگه ممکنه؟ ممکنه چیه جونم؟ پولا بر دلته، نصفش مال اون یارو بیمرفت عوضی آقای پاکیزه است، نصفش هم مال خودته که بزنی به زخم زندگی و عدد تو این ناکسای روزگار راحت بشی. آخه پس تو چی؟ تو که اینقدر بزرگواری کردی، اینقدر شرافت به خرج دادی، تو از همه ما بیشتره. اصلا این پول مال تو. من اصلا نمیتونم فکر کنم که تو دنیا آدمی پیدا بشه که اینقدر شرافت داشته باشه. من مزدم از خدا گرفتم خانم، به سلامتی شما هیچ وقت در نموندم. از بچگی عرق ریختم و کار کردم و احتیاجی به فلکم ندارم. به قول امروزی ها آدم خودساخته ایم. تو این ماجرم خوشحالیم اینه که حق و به حق دار رسوندم. شما که خوشبخت باشی مثل این که ما هم خوشبخت هستیم فرقی نمی کنه خانم جون. راست، چون حالا دیگه خوشبختی من بسته به وجود مردی مثل توی که از من حمایت کنه. خیلی ممنونم، اجارتم بلنشیم بریم این آقای پاکیزه طبیعت رو پیدا کنیم و پولا رو بهش بدیم، چون من میخوام قسمت کردن پولا با حضور هر دو شریک باشه. تو بلدی باش بریم بلنشا، ولی باید یه طوری بهش بگیم که دیوونه نشه. برو بریم بیرم. آره بابا پیری، این آقای پاکیزه طبیعت رو میخواستیمش. آقای پاکیزه رو از اینجا بیرون کردم. خونش کجاست؟ والا خونش خیابون بهار، کوچه هشت متری، دست راست بغل یه خیاطیه. بله خیلی ممنون. آره خودش خدا کنه باشه. پسر جون من هیچ که اینجا نی؟ نه خیلی من که اینجا رو فروختن رفتم. آره کجا میشه پیداش کرد؟ تو این معاملات ملکی پارسه سر خیابون. کور خوندی جونم، تو از دست من یکی نمیتونی در بدی. همین الان باید عقدم. اصلا قربونت برم، اینقدر سر صدا را ننداز، والا بلا عقدت بکنم. چرا قد عجله داری؟ خیلی خیال کردی با سکینه کندی طرفی؟ من آبرو دارم، نمیتونم توی کوچه را بیفتم. همین الان باید تکلیف من رو روشن کنی. تو رو خدا شما یه چیزی بهش بگی، باید تکلیف خود من رو روشن بکنه. آخه اینم یه دختر بیچاره، یه فکری براش بکن. آقا ببینی چیکار داری میکنه. این فکرهایی میخواستی از اول بکنی. ما احمقیم که به حرف شما مردم گوش میکنیم. همین که خرتون از پل گذشت اون وقت باز داری گرگه میکنه. والا اشتباه میکنی، اگه تو تمام دنیا دو تا مرد نجیب پیدا بشی یکیش برم. قربونت برم، تو که میدونی من چقدر تو رو دوست دارم. من اخره واسه خاطر تو طلاق دادم. گریه نکن جونم، پشت برو خونه خالت، من از سینی اونجا ترتیب کار میدم. پشت جون، برو جونم، من از اولم تو رو به چشم کلفتی دانه میکردم. خدافز، برو جونم، برو قربون شکل دارم، برو جون. وای معاملاتی، اما شما ببین کار من چطوری از همه طرف گره خورده. زنم طلاق گرفته، منتظر خدمت شدم، تمام اساسی خونه رو اختر کشیده و برده، هزار جور گرفتاری و قرض دارم. اینم دم به ساعت میده جهه میگه منو بگیر، منو بگیر. خدا بداد من برسه که این چه پدری از من در بیاره. انشالله که درست میشه. قربونت هم آقای پاکیزه، من میرم تا سر خیابونو برمیگرم. بفرمایید. همینجا ها باید باشه. آره همینجاست. بونگوی پارس خودشه. خودشه. بریم تو. بریم. آقای پاکیزه سلام علیکم، شما کجا هستین آقا؟ بنده خانم همیشه اینجا در خدمت هستم، شما چطور اینجا؟ خب دیگه راستی ایشونه که میشناسم. آقا رو که بله میشناسم. اینجا ولم نمی کنی چی بخوای آقا جون؟ چرا بازم مردم میشی؟ یواش دو کارتم باز که سبقت گرفتی. بر خانم میبینی حالا بیا و خوبی کن. تو کی هستی که به من خوبی کنی؟ اصلا تو چقی داری با من حرف بزنی؟ خانم این گنده بچه دنبال تو رو انداختی دور دید اینجا. ترمز کن بابا، خدایا عزتتو شکر پولو ببین به کی میدی. یه چمدون پول الان رو صد آوردم مرد حسابی، بیا نگاهش کن. دروغ چه نمیگم، بهش بگو پر بخانم. آقای پاکیزه بلیتی که تو تاکسی به شانس من خریدین 200,000 تومان برده. آره بابا. چی؟
20,000 تومان بردی. کدوم بلیط؟ بلیط تو تاکسی؟ خب چطور شد که من بردم؟ اینا مال منه، بلیط برده. آره نصفش. این پولا همه مال منه. این شب دوش کاش مال منه. نصفش مال. همه اینا مال منه. الهی خوب بدار. الهی دوره بگردم. بده من این پولا رو. آقا این همه مال منه. بده. چش حرف نمیزن. دیگه حرف نمیزن. دیگه حرف نمیزن. پاتمونه شده. به خدا اگه تو تمام دنیا یه مرد خوب باشه تو هستی. من از همون روز اول که تو رو دیدم محبتت به دلم نشست. تو برادر من هستی. تو همه چیز من هستی. تو پول من هستی. باهات تقسیم کنم. همه پول رو این پول دیگه زندگی من عوض کرد. بده ما چیکار کنم؟ بده رو بگیر. بده فدا تو تو بده. ولکن بابا. همه رو بده. مال من اضافه بده. من دست باش. هات باش کار. بده همه چیز اونجا. چاک بده. بابا بده. اضافه بده میشم. مرخصی بهتون میدم. رونوش بهتون میدم. بده. بده. بابا بده. اینا رو بانک شما داد. چاک چاک میدونم. آقای پاکیزه حالا با این پولا میتونی یه زندگی حسابی برای خودت فراهم کنی. میری به سطحی با خانوم آشتی میکنی، اونم میاد سر خونه و زندگیش. پاشو جونم در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. بلند شو جونم، بلند شو به زندگی. نوچت هستم، بلند حالا که شما اینقدر مردونگی کردی یه پاداشی هم لازم داری دیگه ها. ما این کارا رو بس پاداش نمیکنیم آقای پاکیزه. نه حتما با اخی جونم کمیسیون تشکیل میدیم، یه چیزی برات منظور میکنم. آره بابا برو پیش اخی جونم. دست سلامه. اورا چی تو باشی ما با هم دیگه دوست شدیم. میخوام یه مهمونی بدم باهات. حتما تشریف بیار خانم. شما با دیگه عجب جالکی بود بابا. چی شده باز؟ از من قهر کردی یا از پولا؟ آخه یه حرفی بزن. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ آخه منم مثل تو بشرم بابا. آخه ناراحت میشم. چی میخوای بگم؟ میخوای پولا رو بردارم و برم؟ آره؟ اگه اینو دلت میخواد بگو. خب معلومه. من این پولا رو واسه شما آوردم. چرا اوقات تلخی میکنی؟ این پولا هر دردی رو دوا میکنه. آره. مسیر زندگی من با این پولا تغییر کرد. اما تو با دادن این پولا منو خورد کردی. تو یه دری رو به روی من باز کردی که همیشه برام بسته بود. شما هم عوضش هی دست ما رو میذاری لای این در. آخه یه کمی بخم بابا. من باید حرفامو به تو بزنم. تو خیلی به من نزدیک شدی. من یه آینده خوبی رو برای خودمون میبینم. آینده خوب؟ شما خیلی باسواده. ببین از تصدیق 6 به بالا صحبت نکن. من حالیم نمیشه. همچی حرفت رو کراس رو بوس کرده بزن. دیگه داری عصبانی میکنی. حالا دیگه تو باید حرف بزنی. آخه همه حرف میکنم. من و تو با هم نمیخونیم. خدایا خودت ما رو دریاب زبون اون بند اومده. تو ماشالله هزار ماشالله خوشگلی تحصیل کرده ای. واسه خودت آدمی هستی. من چیه توی تو قاطی بشم آخه؟ من هیچ کس نیستم. تا حالا یه زن تنهایی بودم که برای سعادت بچه هم میخواستم فداکاری کنم. هر جا دنبال کار رفتم طمع به خودم داشتم. تمام اونایی که تو فکر میکنی آدم حسابی هستن به اندازه 1000 تو انسانیت ندارن. میفهمی یا نه؟ خب دیگه چه ترسی داری؟ حالا که احتیاج به کار کردن نداری، خدا این پول رسونده که تو محتاج کسی نباشی. آدم وقتی پول داشت همه نوکرشن. ببین اینطوری نگام نکن. من فکر و خیال میزنه به سرم. پیش خودم یه خیالاتی میکنم. اینطوری خواهش میکنم منو نگاه نکن. من به تو احتیاج دارم. به مردی مثل تو که اتکا به خودش داره. ما با این پول بنیم یه زندگی راحتی برای خودمون درست کنیم. دستت بدم. تو میتونی خوشبختی منو تکمیل کنی. ای خدا من چی دارم میشنوم. ببین دست تصادف چطوری ما رو جلو هم گذاشته. پس بذار منم هر چی تو دلم هست واسهت بگم. از همون وقتی که تو آینه تاکسی چشاتو دیدم گرپی دلم ریخت پایین. اما چی؟ حرف بزن. من و تو نباید از هم خجالت بکشیم. اما میترسم همه خیال کنن برای خاطر این پول هاست. خیال کنن من طمع به مال تو کردم. کی میتونه این حرفو بزنه؟ این پول مال هر دوی ماست. این پول وسیله ایه که میتونه ما رو خوشبخت‌تر کنه. اینا درست. اما من میخوام یه خواهشی از تو بکنم. بگو چی میخوای بگی؟ این پول رو در بس بذار به حساب پسندگاهی که بچه‌ت. بذار وقتی بزرگ شد یه سرمایه واسه خودش داشته باشه.
برای اونم میذاریم، اما خودمونم لازم داریم. چه اصراری داری؟ نه خوش دارم که این پولو دربست بذاری به حساب بچه‌ت. خودت هم دربست بیای تو بغل من. منم کار میکنم و زحمت میکشم و به قول لیسانس‌ها انرژی مصرف میکنم. میفهمی یا نه؟ چرخ زندگیمو میچرخونم و میگردم. خودت بیا تو بغلم. خودت بیا. ای جوتو باز میکنی میدی جوشش بدم، درزم ترمزارم هواگیری میکنی، سفرم میدی آب میدم، رینگم تاب برشو میدی تابشو بگیر. اون ماشینی هم که اونجاست رفتن اساس واسش بخرم بردارم میارم. گیرباکس یه گشتن تمیزو فوری میدی میبندم. اون یکی ماشینم میذاری سرویس کنیم یا بداره. اون ماشینم میذاری سرویس. بسیار. چه که بابا میسار بیبری؟ سلام علیکم آقای پاچی. بابا کجای تمام ترون زیرپا گذاشتم. از هرچی شوفر تاکسی بود سراغ تو گرفتم. بالاخره گفتن اینکه تو قرار رو دوان یه سری بذاری چطور جو؟ بالا منم یه چند روزیه یه اینجا کار میکنم و به اصطلاح یه زندگی تازه شروع کردم. پروینم عقد کردم. ایشالله خونه زندگیم رو برا شد عروسی میکنم. آره شما منم دعوت میکنم. خوشا به حاله. خدا واسه آدمایی مثل تو میسازه، اما کار من درست بشو نیست. شما که نباید گله داشته باشی، پول که داری به سلامتی با خانمم آشتی کردی. نه جونم، به این سادگیام نیست. من زنمو سه طلاقه کرده بود، دیگه نمیتونم عقدش کنم. مگه اینکه محلل واسش بگیرم؟ واسه همینم هست که دو سه روز دنبال تو دارم میگردم. هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. میدونی ما با شما اینطوری هستیم. قربونت برم الهی. میدونم اگه تو تمام دنیا یه آدم خوب پیدا بشه توی آدمی که از اون همه پول بگذره خیلی مرده. ما رو چوب کاری میکنی آقای پاکیزه. کاری نکردیم، وظیفه‌مون رو انجام دادیم. حالا بگو ببینم کجای کار گره خورده. والا من فکر کردم هیچ کس بهتر از تو نیست که محرم راز و در ضمن با اخی جون و من هم چه خودمونی باشه. این که ازت خواهش میکنم محلل ما بشی که من بتونم دوباره با اخی جونم ازدواج کنم. نمیفهمم والا. آخه من تا حالا از این کارا نکردم، اصلا بلد نیستم. بابا جون این کاری نداره، تو باید اخی جون رو عقد کنی، بعدم طلاقش بدی من بگیرمش. یه کار خلافی نیست، یه ازدواج رسمیه. برای همین میگم ما بعد چند سال اومدیم و گرفه عروسی کردیم، حالا بعد یواشی که بریم کسی دیگر رو عقد کنیم. آخه خدا رو خوش. آخه پس من چه خاکی به سرم بریزم؟ والا نمیدونم. روان یه پوله چی آی پاکیزه پیدا کردم. این ابرام آقا رفیق ما از خوبی رو دست نداره، از چشم بیشتر بهش اطمینان دارم. برات درست میکنم، خیال راحت راحت باشه. زن و بچه هم نداره. من جریان شما رو بهش میگم، رو لوتیگیری قبول میکنه. همینجور با آتش‌سوزی داره. الان صداش میکنم. خیلی ممنونم. ببخشید بزاهرش. این ابرام آقا از اون پسرهای ناز روزگاره، خیلی تعریفیه. خلاصه من با ابرام آقا یک کمی صحبت کردم، برای خاطر من حاضر شد قبول بکنه. خیلی از شما ممنون. والا ما حرف رفیقا رو زمین نمیندازیم، اما دفعه اولمونه. ممکنه فوت فن کوالت نباشیم. باز بگین چیکار؟ ببخشید من دو سه کلمه با ایشون حرف دارم. قربونت برم میترسم کت کنه. یه نازدکتر شو سراغ نداری؟ اینی که بود ظاهر باطن. ما که با شما این حرفا رو نداریم. تو نترسونم. بیا بیا ابرام آقا جون، با آقای پاکیزه باری که واسه این امر خیر بسازدت. خلصه راستی فردا شب یادتون داره با پروی خانم مهمون من هستید. یه میگه بهت خبر بیدم. باشه خیلی باشه. قربونت هم ببر بچه و کار مردم را بنده. اونم بشه. خانم شما واگذار کنید به بنده. وقتی میگم این زمین جواهره قبول کنید، قیمتش خیلی مناسبه. از همه مهمتر اینه که اتوبان کرجم وسطش میگذره، دو نبشه، آب و برق و تلفنم داره. بله شما به بنده وکالت بدید، من برای شما به همون قیمت تمومش میکنم. عرض کردم که خانم. بله بله فرمودید چه ساعتی؟ ساعت 4. بسیار خوبه، خیلی متشکرم. خداحافظ شما. سلام علیکم. سلام علیکم خانم، حالتون چطوره؟ بفرمایید بشینید. خواهش می‌کنم. ببخشید آقای پاکیزه کجا هستن؟ والا آقای پاکیزه امروز تشریف نیاوردن، مثل اینکه اختلافشون با خانم حل شد. بله با هم آشتی کردن. چی؟ آشتی کردن؟ پس میز آقای پاکیزه کجاست؟ بفرمید، میزی کنیم کنم. یه چون سلام.
سلام علیکم چکرم. خواهش میکنم. بفرمی یالا بفرمی. خیلی خوش آمدید. چکرم همه میگن عروس قشنگه، بای دلت اومد براش میشنگه. همه میگن عروس قشنگه، بای دلت اومد براش میشنگه. خب بمبالک باشی خانم. متشکرم. بارون شما. شاهزاده دومار از بی قراری خوشحال و خندان چون غنچه. عروس خانم با پیرهن تو داره میاد چشم کنون، مردم ده خوشحالی کنون، های کبون و هلله کنون. همه میگن عروس قشنگه، وای دل دومار براش میشنگه. همه میگن عروس قشنگه، وای دل دومار براش میشنگه. خوشوقتم خانم، خواهش میکنم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم ابراهیم آقا. بفرمایید. خوش اومدید. بفرمایید. استدعا میکنم بفرمایید. بفرمایید. قدم رو چه؟ خانم ها معرفی میکنن. واه واه. خیلی خوشوقتم. ابراهیم آقا چرا انقدر دیر کردی؟ والا خانم یه کمی کار داشتم. ابراهیم جون اینم پروین منه. به سلامتی شما ما هم رفتیم قاطی مرغا. خب چی میل دارید ابراهیم آقا؟ والا پروین خانم شما چی میل دارید بگم براتون بیاره؟ آره پروین جون. اختر خانم شما چی؟ چی میل دارید؟ آره. نمیدونم ایبی جون تو چی میخوری؟ بگو واسه منم بیاره. ایبی جون چقدر من خوشحالم. ما بیمیدیم چه شب خوبیه ایبی جون. پروین جون ازیمیدی یک کمی شلش کنه میداره خفمون میکنه. نه جونم خوب نیست، باید کم کم عادت کنی. شش عادت میکنی. صاحب کن گرمونه برم، چقدر عجله داری؟ پاشو بریم، اینجا که خبری نیست. خیلی خب پاشو بریم، نمیذاره که با اجازشون. کجا؟ من نمیذارم برین، باید تشریف داشته باشی. آخه خانم خسته شدن، اینشالا باشی یه وقت دیگه. چیه وقت دیگه؟ ابراهیم آقا ما فقط همین امشب قرار گذاشته بودیم. آره بابا مگه خوابشو ببینی؟ من از این طلاق بگیر نیستم، خیلی ازش خوشم اومده، یه مرد واقعیه. این چی میگه؟ مگه شما به من نگفتید ابراهیم آقا خوب آدمیه؟ چرا؟ حالا مگه چطور شده؟ طوری نشده که ناراحت نباش، درستش میکنم. ما چه حرفی نزدیم؟ اختر نظرش ما رو گرفته، خب چی کارش کنم؟ الحق و الانصاف در خانومی رو دست نره، بر نسبت پروین خانوم واقعا که خانومه. اخی جون، آخه من تو رو دوست دارم، با ابراهیم آقا قرار مدار گذاشته بودم، آن که به تو بد نکرده بودم عزیز جونم. موضوعی حرفا نیست، من مرد ایدئال خودم رو گیر آوردم، میخوام باش زندگی کنم. ابراهیم آقا جون دستم به دومنه، من میدونم که شما نظر پاک هستید و به مال کسی نظر ندارید. الهی که قربونت برم ابراهیم آقا جون. ببین آقای پاکیزه، اولا که ایشون زن بنده هستن، نظر پاک و ناپاک نره، شما مواظب حرف زدنت باش. نفهمیدم چی میگم؟ ایشون زن منه. شما موقتا پست منو اشغال کردی، من چقدر باید این موضوع رو به شما تذکر بدم؟ من مجبورم در پرونده استخدام تو منعکس بکنم. چی میگم؟ خوب نیست اینقدر داد و بیداد راه نندازین، همه خیال میکنن ما با هم دعوا داریم. شما ناراحت نشید. البته که خانم دعوا داری. این ابراهیم آقا اخیر رو اخفال کرد و گولش زده. حرف درنده بفهم آقا جون، حالا دیگه از کوله در میرم.
ابرام جون بشین، این یارو وقتی عصبانی میشه همینطوری میشه چونم. بشین بشین قربونت برم. آقا چی میگی آقا؟ بشین بی جون، چرا با این بی سر پا حرف میزنی؟ به من توهین میکنی؟ برای خاطر یه باتریساز این مدت 12 سال زندگی؟ باتریساز خیلی شرف داره، به تو چی چی خیال کردی؟ بابا بشین، حالا دیگه کافرمانه در میارن، انقدر اصرار کردین سر من نمیذارم شما برید، شما باید تحت نظارت و کنترل من باشید. ما نمیتونیم تحت نظر کسی باشیم. بله من هر غلطی میکنم بشین بابا، کافرمانه در میارن. چطور شد بیاد بتونم از اینجا برم؟ باید تحت